حمیده صابری، فعال حقوق زنان از تورین ایتالیا با ما همراه هستند. خوش آمدید خانم صابری. اون فشارها بر زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند و به نحوی از این مقاومت مدنی دفاع میکنند، حالا هم از بازیگران، ورزشکاران، فعالان مدنی و مردم عادی، همچنان ادامه داره. حکومت از این سطح فشار بر زنان چه هدفی رو اساسا دنبال میکنه و آیا با اعمال فشارها و سرکوبها تونسته تا کنون به اهداف خودش برسه؟ درود بر شما. میخوام از اینجا آغاز بکنم که در واقع شما میبینید که جنبش زنان و مبارزه هر روزه زنان یکی از اصلی ترین پایه های این رژیم که ایدئولوژی اون هست و بر اساس اون در واقع تمام ظلم ها و ستم های خودش رو داره تئوریزه میکنه، توجیه میکنه، زنان این ایدئولوژی رو نشانه گرفتن و هر روزه با برداشتن یک روسری به این مبارزه در واقع گرما میدن و اون رو روشن نگه می‌دارن. ببینید چه در 44 سال حاکمیت جمهوری اسلامی اینها تلاش کردند که زنان رو در واقع هر روز تحقیر بکنن، به اونها بفهمونن که شما هیچین و اون محدودیت‌های زیادی رو براشون در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های اقتصادی فراهم بکنن. همون زنانی که در واقع از نظر رژیم یک در واقع انسان‌هایی بودن که توان نایی هیچ کاری رو چه برسه به مبارزه با اینها رو نداشتن، الان در قالبی این زنان قد علم کردن که خودشون رو به عنوان آلترناتیو های آینده این حاکمیت دارن به مردم در واقع معرفی میکنن. زنانی که برای جامعه رؤیا سازی میکنن، به جامعه هر روز میگن که یک جامعه بدون این حاکمیت مزدور و ستمگر چطور میتونه باشه، چه چهره ای باید داشته باشه. زنانی که گفتمان سازی میکنن برای در واقع آینده فردای ایران گفتمان سازی میکنن، جوانها رو تربیت میکنن. زنانی که در واقع در قامتی ایستادگی میکنن که وقتی ما در بعد از انقلاب ژینا هر افت و خیزی که به وجود اومد شما میبینید که زنان دوباره به میدان برگشتن و اجازه ندادن که در واقع اون جنبش انقلابی که آغاز شده به پایان برسه. دقیقاً پرسش هم اینجاست، مقاومت زنان همونطور که خودتونم اشاره کردید در برابر حجاب اجباری هر روز ابعاد گسترده تری پیدا میکنه و مقاومتشون به شکلهای مختلف در مکانهای مختلف همچنان ادامه داره. فکر میکنید که این فشارها آیا راه به جایی ببره؟ آیا زنان از راه رفته برمیگردند؟ این به نظر من خود حاکمیت هم میدونه که این اتفاق نخواهد افتاد، چون در واقع جنبش زنان به یک درایتی رسیده و به یک هدف خودش رو برای آینده مشخص کرده و میدونه که به چه سمتی داره در واقع با این مبارزات. شما فقط مقاومت زنان رو در زندانها مشاهده بکنید، زنانی که میدونن در واقع چه هزینه های هنگفتی خواهند داد با مبارزات هر روزشون رو نگاه بکنید. تمام اینها به ما میگه که زنان با یک آگاهی و با یک درایت دارن با این حاکمیت و ایدئولوژی اون مبارزه میکنن و قطعا اون در واقع آینده‌ای که پیش رو هست آینده‌ای هستش که در واقع زنان نقش اصلی و اساسی رو در رهبری اون و اداره اون خواهند داشت. سپاسگزارم از شما حمیده صابری، فعال حقوق زنان از تورین ایتالیا با ما.